هم از او سستبره خدای خدایان. دوستان میگن که سلام سلام نگو، میگن بجاش درود بگو. اگرچه به نظر من سلام دیگه فارغ از ریشه واژه اون دیگه در زبان فارسی جا افتاده. سخت نگیرید، اما به هر حال اعتراضات دوستان زیاد شده و باشه سعی میکنم. چطور اینجور بگم؟ درود دوستان عزیز، من زئوس هستم، خدای خدایان. خب بریم سر موضوع روز. آقا من رسماً به رژیم کوفتی اعتراض دارم. انتقام سخت برای قاسم با اون همه آلاپوتولوپش در حد 13 تا موشک به عین الاسد خالی از سکنه بود. اون وقت برای این سردار زاهدی گمنام 300 تا پهباد و موشک زمین به زمین و کروز و این حرفا چه خبره؟ البته خب فرقی نمی کنه، نتیجه جفتشون مثل هم هیچی به هیچی بود. او چرا این بار هنر کردند یک دختر بچه بیگناه رو هم مجروح کردند؟ اینم موفقیت رژیم بوده در این عملیات. به طوری که حتی برخی از تحلیلگران عزیز میگن این نمایشی بوده، یعنی از قبل به اونها خبر دادند که اینجوری میخوان بهشون حمله کنند، برای همینم تلفات نداشته. اما خب برخی دیگه میگن که واقعی بوده، از قبل گاوبندی نکرده بودند. راستش تحلیل تحلیلگران بسیار متفاوته، اینه که تحلیل خود منم به نظر خودم بد نیست. البته من گفته بودم که رژیم هیچ غلطی نمی کنه، ولی کرد. خب در واقع با توجه به سیاست‌های قبلیش نباید غلط می‌کرد، اما توی این مدت دیگه خیلی کرکری خوند و بین طرفدارانش و حتی نیروهای نیابتیش اگه حمله نمی‌کرد آبروش می‌رفت. او فکر کنم که دیگه اون نیروهای نیابتیش ازش حساب نمی‌بردند، حرف شنوی نداشتند. حزب الله به طور جدی درگیر ماجرا نشد، اما همینجوری هم تو این 6 ماهه کلی کشته داد. حاضر نبود بیشتر از این هزینه بده. خب به نظر من اگر اسرائیل مثل امریکا که بعد از اون نمایش عین الاسد ساکت شده بود، اگه اسرائیل هم ساکت می شد و دیگه کرکری نمی خوند، اون وقت منم می گفتم که این نمایشی بوده. اما می بینیم که اسرائیل گفته تلافی می کنم و اینا، پس معلومه که داستان ادامه داره و نمایشی نبوده. خودمونیم، این دیگه چه مسخره بازیه که برای جنگیدن از قبل به همدیگه اطلاع میدن؟ دیگه این که بازی نمی کنید، خیر سرتون دارید می جنگید. البته این معمول هست در دنیا که قبل از جنگ به کشورهای اطراف اطلاع میدن، اما نه اینکه به خود دشمن بگن دقیقا میخوایم چیکار کنیم. به هر حال این درگیری به نظرم نمایشی نبود، و دلیل دیگم اینه که اگه نمایشی بود رژیم 13 تا میزد، نه 30 تا میزد، نه دیگه 300 تا از انواع سلاحایی که داشتند. پس معلومه رژیم انتظار داشته که دستکم چند تا از اینا از اون سپر دفاعی اسرائیل عبور کنه و یک خسارتی یا تلفاتی به اسرائیل وارد کنه، پس نمایشی نبوده. خب اما سپر دفاعی اسرائیل فکر کنم رژیم رو پاک از ادامه زندگی مایوس کرده، یعنی حتی یکی از این موشک ها و پهپادها و اینا به بار ننشسته. خب حالا ببینیم که ضربه اون طرف چه خواهد بود. او نمیدونم، شاید تأسیسات موشکی و پهپادی، شاید هم تأسیسات هسته‌ای و احتمالاً شاید هر دو. اسرائیل هم توان موشکی داره و هم توان حمله هوایی. البته حمله هوایی با هواپیماها میتونه براش خطرناک باشه، اما به نظرم مثل رژیم هی این پا و اون پا نخواهد کرد. بزنم نزنم، الان میزنم فردا بزنم، نه زود میزنه، دنیا رو منتظر نمیگذاره و جوری هم میزنه که مثل اقدام رژیم بی خسارت و بی تلفات تموم نمیشه. امیدوارم بلایی سر مردم بی گناه نیاد. مطمئنم که اسرائیل هم تلاش میکنه که حتی الامکان بلایی سر مردم نیاد. خب رژیم کوفتی که سیستم دفاعی خاصی نداره، هنرش این بوده که موشک و پهپاد بسازه بده این و اون، عراق و سوریه و لبنان و یمن و غزه و جه و جه، آمادگی برای حمله رویارویی نداشت. او رژیم بیش از 40 ساله که برنامه ریزی کرده، هزینه کرده، مدام میلیون دلاری ریخته تو حلق این مفتخورها که گروه های نیابتی درست کنه که خودش مستقیم درگیر نشه. اما امروز دیگه شکست رژیم بود.
چون مجبور شد که خودش مستقیم وارد گود بشه. اسرائیل نگذاشت که رژیم در اون پشت آسوده باشه، اونقدر زد و ازش کشت تا که دیگه رژیم مجبور شد و تحریک شد که به مقابله رو در رو بیاد. خب خبر دیگه این بود که علاوه بر ارزشی های رژیم، ظاهراً فلسطینی ها هم سور و سات را انداختند و از حمله رژیم کوفتی اظهار خوشحالی کردند. به به. اما خب در غزه سرباز و بالگرد های اسرائیلی سرگرم بودند، ولی هواپیماها و موشک های اسرائیل خاک می‌خوردند. حالا با این غلطی که رژیم کرده، اسرائیل از اون تجهیزاتش هم استفاده می‌کنه تا خاک نخورند. میخوام بگم که این حرکت خللی در جنگ زمینی در غزه ایجاد نمیکنه. اقدام ایران کمک به حماس محسوب نمیشه. حتی برعکس، دست اسرائیل باز شده که راحت تر برنامه های خودش رو در رفح پیش ببره. چون همه ی حواس های دنیا الان به این طرف و حق به جانب بودن اسرائیله. دیگه به این زودی ها بعیده که به خاطر رفع در نوار غزه و اینا به اسرائیل فشار وارد کنند. اگه فلسطینی ها حالیشون بود، الان به جای خوشحالی باید گریه می کردند. خب همه چیز به نفع اسرائیل در جریانه. آسیب که ندید و الانم که همه منتظر ضربه حک مستقیم او به رژیم هستند. اخیراً پیشنهاد آزادی گروگان ها رو هم که باز حماس رد کرده، پس از اون بر هم یک ضربه از پایین به حماس خواهد زد، دور از هیاهو و فشارهای بین المللی. این طرف هم رژیم خب پولهای مملکت رو که به باد داد، مملکت رو به جنگ کشوند، دلار رو به بالای 70,000 دلار رسوند. حالا دیگه اصلا براش مهم نیست که مردم ایران نون شب دارن که بخورن یا نه. براش این مهمه که گشت ارشاد رو هم دایر کرد تا فشار کافی بر مردم ایران وارد بشه. این مملکتیه که درست کردند. اینها اصلا منتظر حمایت مردم از رژیم نیستند. نه. اگه حمایت مردم رو میخواستند، مثل دوران انتخابات دیگه به حجاب گیر نمیدادند. الان دارن فشار میارن، چون همین که نیازی به حمایت مردم احساس نمی کنند و علاوه بر اون اینکه شاید فکر میکنند که اگر نیروهای پلیس به تعداد زیاد توی خیابون باشن، مثلا به بهانه حجاب، اون وقت مردم از این فشارها میترسند و در خیابانها دست به اعتراض نمیزنند. شاید اینجور فکر میکنند. نمیدونن که باز ممکنه کاسه صبر مردم لبریز بشه و هر بار شدیدتر از دفعه قبل خواهد بود. بدرود دوستان.